زیبا و نوید راننده وانت از داستان‌های واقعی زیبا ناوک. شما چه می‌کردید؟ حدود 10 روز بعد از اسباب‌کشی به منزل جدیدم، بنا به شرایطی که برایم پیش آمده بود، تصمیم گرفتم فعلا به همان تخت دیاکو و بعضی از امکانات دیگر از طرف گزینگ راضی شوم. و قرار شد نوید، راننده عزیزی که با او در اولین روز اسباب‌کشی از قزوین آشنا شده بودم، متقبل انتقال این وسایل به خانه من شود. ساعت 6:07 است نوید زنگ زد. خانم دکتر، اگر وسایلتون رو 11-12 شب بیارم تهران اشکالی نداره؟ نه نوید، راحت باش. نزدیکی‌های 10 شب دوباره نوید پشت خط بود. خانم دکتر، من متاسفانه کارام کمی طول کشید. الان 5 دقیقه است از قزوین راه افتادم. شما راحت بخوابید. تهران رسیدم بیدارتون میکنم. اشکال که نداره. خب باشه، مهم نیست. زیادم تو رانندگی عجله نکن. و گرفتم خوابیدم. ساعت حدود بعد از 2:30 شب بود که با صدای تلفن دوباره نوید بیدار شدم. خانم دکتر، پشت درتون هستم. در رو باز کنید. خوابالود کوچه رفتم. وسایل بزرگ برای من و نوید به تنهایی قابل هم نبودن. هنوز تو فکر چاره‌ای بودم که برای من خوشبخت در اون وقت شب شاطر نانوایی من فرشته نجات شد و وسایل به راحتی به خانه منتقل شدند. خانم دکتر، 1.5 ساعت که من فقط برای زدن گاز به وانتم توی صف معطل شدم. واقعا متاسفم. من رو ببخشید که اینقدر دیر شد. نمیدونم چجوری معذرت بخوام. حالا دیگه پیش اومده. اینقدر خودتو سرزنش نکن و عذاب وجدان نگی. برو پاهاتو بشور، بیا کمی رفع خستگی بکن. چشم خانم دکتر. اینقدرم خانم دکتر نکن. فکر میکنم که همش توی بیمارستانم. میتونی زیبا صدام کنی. پسفند پیشفندم نذاشتی. برای نوید آبگوشتی که فرام برایم فرستاده بود رو گرم کردم. اونقدر نوید از این آبگوشت خوشش اومده بود که هی نون تون یه ذره آبگوشت تیرید میکرد. بابا با این همه نون مزه ای از اون نموند. آخه من تا به حال آبگوشت به این خوشمزگی نخوردم. تازه میخوام اینا رو با نون بخورم که زود تموم نشه. راستی فرش دختر پاییز گرانبهایی که میگفتی همینه که رو دیواره؟ بعد از صرف غذا نوید به جابجا کردن وسایل و وصل تخت خواب و بوفه مشغول شد. چشمهای نوید از خستگی زیاد قرمز شده بودند. در این گیرودار با خودم فکر کردم آیا نوید را حالا با این وضع‌حال راهی قزوین کنم و او بین راه خسته و کوفته مجبور به خوابیدن در وانت کوچکش بشه؟ 4 صبح راهی نمودن این جوان بیرحمی محضه و نمیتونم هرگز خودم رو ببخشم. اما افکار دیگری هم از ذهنم میگذشتند. این مرد جوان آیا ظرفیت تنها موندن با یک زن رو داره؟ اون هم با منی که اینقدر راحت جلوی او اینور و اونور میرم. نکنه او که قبلا معتاد بوده و 14 ماهی بیشتر از پاکی او نمیگذره باز تو افکار منفی بیفته. زنش هم از او جدا شده، عاملی برای این کشش‌های منفی باشه. نکنه یه دفعه وسوسه‌هایی مثل دزدی، تجاوز و امثال هم به سرش بزنه. ده‌ها فکر جور و جور و مزخرف در این فاصله از ذهنم می‌گذشتند که برای دفع آنها باید نیرو صرف کرده به خودم تشری می‌زدم که ای بابا این حرفا چیه؟ به خاطر یک فرش یا یک زن، یک انسان خوب و دوست داشتنی مثل نوید هرگز رابطه قشنگش رو با من خراب نمی‌کنه. زیاد نیروی نمی‌خواست که آن افکار مزخرف از ذهنم واپس زده بشن. بالاخره هم با یک جمله قائله فکریم رو خوابوندم. نهایت چیزی با نهایت دزدیه، نهایت تجاوزه و نهایت هم مرگه. خب اگه قرار یک روز بمیریم دیر یا زودش خیلی فرق نمی‌کنه. ولی اگر زنده موندم خیلی دستاوردهای با ارزشی حاصل این ریسک خواهد بود. با این تصمیم بود که بدون آنکه به افکارم فرصت جولان بیشتری بدهم بلافاصله رو به نوید گفتم نوید، تو امشب خونه من بخواب و تختی که برای من آوردی رو خودت افتتاح کن. از نظر من هیچ مانعی نداره اینجا بمونی. تو اون اتاق، من هم تو حال. موافقی؟ جدا؟ آخ ممنونم خانم دکتر. یعنی زیبا خانم، من 2 ساعت بخوابم بسمه. ساعت رو 6 میذارم. نوید با همان لباسهای کارش روی تخت من اونقدر سریع به خواب رفت
که صداهای نفسهای عمیقش من رو از توی حال متعجب کرده بود. من در آن ساعات ناشی از افکار مزاحم خوب نخوابیدم، به خصوص اینکه لباسهایم رو هم در نیاورده بودم و اضطراب و نگرانی هنوز در وجودم بودند. حدودهای ساعت 6 وقتی نوید آرام و پاورچین قصد ترک خانه را داشت، از همان رخت خوابم صدایش کردم. نوید، فقط به من بگو که خوب خوابیدی؟ نمیدونم احساسم رو چگونه توصیف کنم دکتر زیبا. خیلی خوب خوابیدم، خیلی خوب. این 2 ساعت انگار که برای من 5-6 ساعت بود و کاملا سرحال خوبم. اینها همه از انرژی مثبت این خانه شما و خود شماست و بالاتر از اینها من ممنونم از اعتماد شما. 16 فروردین 1388، زیبا ناوک.